دهمین نشست امنیتی پرات امروز در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد. این نشست با حضور بیش از 100 تن به شمول سیاسون، کارشناسان، پژوهشگران کشورهای گوناگون با محوریت افغانستان برگزار شده است. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در این نشست با نگرانی از فعالیت هراس‌افکنی در افغانستان میگوید حضور گروه‌های هراس‌افکن در کشور افزایش یافته است. اشتراک کنندگان در این نشست روی ایجاد یک دولت فراگیر، داشتن یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق اساسی و بشری شهروندان، برای زنان و تجزیه ناپذیر بودن افغانستان تاکید کردند. گزارش از بشیر احمد شیرزاد. آغاز دهمین نشست امنیتی هرات زیر عنوان نظام سیاسی فراگیر، الگوها و نقشه راه. این بار اما با میزبانی تاجیکستان. شماره از سیاسیون، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان مدنی کشورهای گوناگون جهان برای دو روز در شهر دوشنبه برگزار شده است. فرهاد سلیم، معاون وزارت خارجه تاجیکستان، در سخنرانیش در این نشست میگوید از فعالیت‌های هراس‌افغانی و حضور گروه‌های هراس‌افغان در خاک افغانستان نگران است. او با نکوهش نقض حقوق انسانی مردم به ویژه بانوان، یگانه عامل صلح و ثبات در افغانستان را ایجاد یک دولت فراگیر با در نظر داشت منفعت های همه طرف ها می داند. ما معتقدیم که تأسیس واقعا حکومتی فراگیر با انعکاس منفعت های تمام گروه های اساسی قومی افغانستان، یکی از عامل های اساسی رسیدن به امنیت و ثبات در این کشور می باشد. گذشته از این، ما نقض حقوق های نمایندگان ملت های گوناگون و زنان در افغانستان را محکوم میکنیم. دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان، هم میگوید خواهان افغانستان آزاد و بی‌طرف است که با خود و دیگران در صلح زندگی کند. باید روایت جدیدی آفرید که بنیاد آن بدون هر شک و شبهه‌ای بر اصول و ارزش‌های زیر استوار باشد. حاکمیت پرسش ناپذیر مردم، داشتن قانون اساسی مبتنی بر حقوق و آزادی از آزادی‌های اساسی شهروندان، پذیرش بدون قید و شرط برابری زنان با مردان، رعایت بدون قید و شرط حقوق بشری، پذیرش تنوع قومی و فرهنگی کشور. کابل اما در مورد شرکت نمایندهش در این نشست چیزی نگفته است. کارن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز که در این نشست اشتراک کرده آن را یک فرصت برای تبادل نظر در رابطه با وضعیت افغانستان خوانده است. او در توییت گفته که آماده است تا پشتیبانی ایالات متحد را از مردم افغانستان تکرار کند.